سلام، بامداد جمعه 9 مرداد 1388، 31 جولای 2009 میلادی. خسته نباشین، دست شما درد نکنه. دیروز بسیار بسیار عالی بود. دیروز در واقع ما تونستیم مزد هماهنگی خوبمون رو بگیریم. ابتدا رهبران جنبش رسما از حکومت درخواست کردند که در محل مصلا تجمع باشه و وقتی اونها اجازه ندادن، روشن معلوم شد که حاضر نیستند حتی برگزاری 40 شهدا رو تحمل کنند. بعد رهبران جنبش با زیرکی مخصوصا اعلام کردند که میرن بهشت زهرا سر خاک، هیچ کار دیگه ای نمی کنن، هیچ لغوه هیچ کاری نمی کنن، به مصلا کاری ندارن و در نتیجه مسئولیتی متوجهشون نیست. اما تونستن که در یک محل عمومی ظاهر بشن و مردم ببیننشون و 10,000 نفر از 40,000 نفر نوشته شده، تا بعضی خبرگزاری ها تا 200,000 نفر هم گفتند که در بهشت زهرا حضور پیدا کردند. و این حضور و این تجمع نکته مثبتی بود که ما باید هر از چندگاهی نشون بدیم که رهبران جنبشمون رو نمیتونن حصر بکنن و حبس بکنن. اما بنده و آقای مخبلباف که مأمور بودیم، مسئول بودیم که مطرح بکنیم که مراسم در سطح شهر هست، در سطح شهرهای ایران هست، مسئولیت گردن ماست. هیچ کس هم نمیتونه به کسانی که در داخل هستن بگن اونها دعوت کردن به تظاهرات یا توی خیابون اومدن. فعلا هم که دستشون به بنده و آقای مخملباف نمیرسه. به این ترتیب توانستیم در سطح شهر تهران و بسیاری شهرهای کشور تجمع خودمون و حضور خودمون رو هم تحمیل بکنیم و اعلام بکنیم. نکته بسیار بسیار مثبت این بود که فعالین جنبش، خبرهایی که ما داشتیم این بود که کمین کرده بودند که در جایی مثل بهشت زهرا، یا اگر دستشون میرسید، مثلا اگر هجوم میبردن ملت به مصلا، در جایی مثل مصلا که بتونن گیر بندازن، فعالی رو دستگیر بکنن. چون این یکی از اصول این مبارزاته که فعالین جنبش باید از خودشون محافظت کنن. بچه هایی که زحمت میکشن باید قدر خودشون رو بدونن و یکی از اصول کار اونها این است که کمین میکنن یک جایی که بشه دو طرفش رو بست، اطرافش رو بست، بریزن و دستگیر میکنن، بعد غربال میکنن، فعالین رو میگیرن و به این ترتیب ضربه میزنن به جنبش. خوشبختانه پیروزی بزرگ دیگه ما این بود که تا اینجایی که به ما گزارش رسیده از فعالین جنبش دستگیری نداشتیم در هیچ کجا، و با زرنگی تونستن که بچه های فعال خودشون رو حفظ بکنن و وارد جاهایی نشن که احتمال دستگیریشون بوده. نکته خوب دیگه این بود که البته اگر میشد جمعیت در تهران در تمام خیابان ولیعصر از شمال تا جنوب سفارایی میکرد و شمع روشن میکرد، یعنی یک کمی حکومت عقب اگر نشسته بود، ما میتونستیم یک منظره زیبای میلیونی داشته باشیم. اما آفرین به بچه های فعالی که بلافاصله وقتی که دیدند که پلیس درگیر میشه و میخواد که نگذاره تجمع بزرگ شکل بگیره، تاکتیک های مبارزات به خشونت رو رعایت کردن، پخش شدن تو سطح شهر، به اقصا نقاط شهر رفتن و فیلماش الان اومده. از اقصا نقاط شهر دسته های پراکنده شعار دادن، بعضی جاهای شهر هر چی دلشون خواست گفتن، هیچ کس نبود پاپیشون بشه. در بعضی نقاط مثلا مثل خیابون آپادانا یا بعضی جاهای دیگه هم گزارش شده شمع رو مردم پشت پنجره ها روی هره پشت پنجره ها روشن کردن و به این ترتیب مثل آتش بزرگی که با اشتباه حکومت سعی کرد اون آتش رو خاموش بکنه، توی سرش بزنه، جرقه هاش پخش شد در تمام شهر تهران. خبرگزاری ها برآوردشون اینه که
چهار برابر، پنج برابر لااقل جمعیتی که در بهشت زهرا بوده، 8000 نفر، 1,000,000 نفر در سطح شهر تهران پراکنده بودند. بررسی‌هایی هم که ما کردیم این است که شب که شده مردم بیشتر اومدن، بنابراین به راحتی میتونیم بگیم که بالای 1,000,000 نفر دیروز پنجشنبه برای بزرگداشت شهدای جنبش در سطح شهر تهران مجدداً به تمام خیابان‌های تهران اومدن و در واقع تاکتیک تمرین شده ما تظاهرات ایرانی است، تظاهرات به سبک ایرانی که خبرگزاری ها اسم گذاشتن، و اون است که به محض اینکه میبینیم سرکوبگرا میخوان سرکوب بکنن پخش میشیم، مثل امواج دریا به همه جا میریم، دسته های پخش شده و نشونم داده که اونها دیگه امکان مقابله و رو در روی ندارن. پیروزی بزرگ دیگه دیروز که من شخصا بسیار 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 خوشحالم و تبریک عرض میکنم به همگان، مسئله حرکت کردن خیلی شهرها بود که برای اولین بار در سراسر کشور ما گزارش هایی که داریم، عکس هایی که داریم، از شیراز، از اصفهان به خصوص، از اهواز که گویا درگیری هم شده، که من خواهش میکنم گزارش هاشو دوستانی که بودن بدن که دقیق بررسی کنیم ببینیم چرا درگیری شده، و ظاهرا بعضی خبرها هست که 30 نفر دستگیر شدن و بتونیم جبران بکنیم، جلوگیری بکنیم که دیگه اینجور دستگیری ها نداشته باشیم. از سنندج، رشت به خصوص و خیلی شهرهای دیگه گزارش های رسیده که به تدریج که مهیا بشه میتونیم ارائه کنیم. و پیروزی بزرگ دیگه که من دوست دارم خدمتتون گزارش بدم این است که مجددن روز پنجشنبه ایران به صدر اخبار دنیا آمد. بلا فاصله خبرگزاری های بزرگ، تلویزیون های بزرگ دنیا فیلم هایی که شما مرتباً روی یوتیوب میگذاشتید پخش کردن، ایران اومد خبر اول دنیا، بعضی جاها خبر دوم، ولی در اکثر جاها اومد خبر اول. و این تبلیغاتی رو که پاره طرفداران حکومت در خبرگزاری های دنیا کرده بودند که این جنبش فقط تو تهرانه، اونم تازه مثلا شمال شهر تهرانه فقط، و طرفدار احمدی نژاد همه تو شهرستان ها هستن، تو جنوب شهر هستن، این تظاهرات دیروز این رو خونسا کرد. با اومدن، با ردیف شدن اسامی شهرهای مختلف ایران، مشهد مثلا با تاکتیکای جابجا شدن بسیار خوب اطراف پارک ملت کار کرده بودند و بچه های مشهد به میدون اومده بودند. این اسامی که ردیف شد در دنیا و فیلم هاش هم اومد، به دنیا نشون داد که این جنبش مخصوص تهران نیست، به همه شهرها سرایت کرده. این جنبش مخصوص یک ناحیه تهران نیست، به همه تهران رفته. و به نظر من واکنشش رو هم همین امروز من دارم میبینم. شروع کرد به اومدن از وزارت خارجه های کشورها، محکوم کردن ایرانو، و این مانوری که رهبران جنبش کرده بودند که ما کاملا صلح‌آمیز، ببینید میخواییم اجازه بگیریم نمیگذارن، میخواییم سر قبر بریم گاز اشکاور میزنن، دستگیر میکنن، کتک میزنن، مردم میان تو خیابون میخوان شمع روشن کنن، حمله میکنن، اجازه نمیدن. این تأثیر خودشو در دنیا گذاشته و لحن تمام وزارت خارجه هم از این جنسه که مردم صلح دوست و مردم آرام و مراسم غیر خشونت آمیزشون رو حکومت خواسته سرکوب بکنه و تحمل نکرد. به هر حال شخصا دست همه شما رو به گرمی می فشارم، تشکر میکنم، دست همه رو میبوسم و واقعا از صمیم قلب خوشحالم. مجموعه کار بسیار خوب انجام شد. اصل اساسی این است که ما هر چقدر خسارتمون رو در میدون عمل کمتر کنیم، شانس مشارکت عموم مردم افزایش پیدا میکنه. از هر کسی به اندازه مقدوراتش باید توقع داشت. اگر کسی فقط بوق میزنه در تونل رسالت، باید او را هم استقبال کرد. همجور که عرض کردم، از اینها میشه بعدن سربازگیری بیشتر کرد، ولی علاقدر مراتبه هم، هر کی به اندازه مرتبت و وسع خودش دیروز مشارکت کرد. من به هر حال بیشتر از این صحبتم رو
ادامه نمیدم. فکر کردم این یک بررسی عمومی خدمت شما ارائه بکنم خوبه تا از برنامه فردا در واقع بریم سر نحوه ادامه مقاومت و خیلی تاکتیک هایی که کار داریم باید با هم دیگه تمرین بکنیم از روی ارتباطات و سایر مسائلی که وعده کردیم و اون ارزیابی که داشتیم. شاد و موفق و پیروز باشین.